یکی از نمونه هایی که خیلی بارز بود در جریان صلح حدیبیه بود که بیعت رضوان معروف شده. بله، جریان ای بود که در سال ششم هجرت وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با جمعی از مؤمنان و مسلمان ها قصد زیارت خانه خدا را داشتند. بله، از مدینه رفتن از به سمت مدینه مکه که زیارت کنن. بله، مشرکان مانع شدند. اتفاقا وجود مقدس پیامبر و اصحاب اینها شترهایی هم به عنوان قربانی آورده بودند که علامت قربانی و انجام مراسم حج. قصد جنگ نداریم ما، لذا او اسلحه هایی که برای نبرد لازم بوده با خود نیاورده بودن. خب در بین عرب هم یک سنت هایی بود، اما عرب های جاهلی. بله، یکی بود که کسی که در ایام حج به حج تشریف میاره این امنیت کامل داره، یعنی جان او مال او در اون منطقه و در اون محدوده در امنه. و خود ماه حج که ماه ذی‌حجه باشه از ماهای حرام است. بله، که در بود اعراب جاهلی هم جنگ ممنوع. بله، بوده. و پیامبر هم در ماه ذی‌القعده که ذی‌القعده از جمله ماه حرام هست، بله، تشریف آوردن تا ایام حج برسه. در بین خود مشتکان یک نزاعی شد، دو دستگی شد که خب اینا که قصد حج دارن، اگه ده میگفتم نه، چندین به تعبیر واسطه و یک شخصی که گفتگو بکنه بین این دو جبهه، بله، رد و بدل شد و آخرین بار پیامبر یک نفر فرستادن به بین مشرکان که نظر پیامبر رو به اونا ابراز بکنه. یک مقدار دیر کرد و زمزمه هایی بود که ایره به قتل رساندن. ای جهت بود که پیامبر زیر یک درختی اصحابشان جمع کردن و دوباره بیعت گرفتن که اگر جنگی بشه تا آخرین قطره خون از پیامبر و حقانیت دفاع میکنن. بله، در او بیعت زنها هم شرکت داشتن. درست، با ای که بر حج آمده بودن، ولی زنها او شجاعتشان و حضورشان را ابراز کردن که ما هم در حد توانمان از وجود شما دفاع میکنیم. بله. یا در جریان بعد از فتح مکه، بله، خب جریان گذشت و منجر به یک صلح شد که پیامبر او سال رفتن و با سال بعدی تشریف آوردن. در فتح مکه که کلا پیامبر مکه را فتح کردن و بت‌ها را شکستاندن، خانه کعبه را از لوث بت‌ها پاک کردن، یک بیعت عمومی گرفتن از مردها جدا و از زنها جدا و به این کیفیت هم بود که سبک بیعت هم تغییر کرد. همینم من میخواستم بپرسم. بله. که حالا که مردها که بحث محرمیت اینا مطرح نیست و راحت میامدن لابد دست میدادن با پیامبر. بله. و بیعت میکردن، این آن سبک و سیاق بیعتی که در اون زمان رایج بوده. بله. خب زنها و بانوان با پیامبر به چه قسم بیعت میکردن؟ در یک نقل تاریخی در بعضی از جاها به نحوی بوده که مثلا پیامبر عبای خودشون، لباس خودشون میگرفتن، او بانوی محترم که میده او پایین عبار یا لباس میگرفته. بله، اگه مثلا یکی دو نفری بودن که جمعیت کم بوده. اما در این جریان بیعت بعد از فتح مکه چون جمعیت زیاد بود. بله. ظرف آبی مشخص کرده بودن، پیامبر دست شریفشون داخل او ظرف آب کرده بودن و زنها داخل او ظرف آب، ظرف کلانی بوده. درست، یعنی پیامبر دست مبارک شده یک قسمت ظرف داخل آب گذاشته. بله. بوده و کسایی که می آمده و پیامبر بیعت کنه هم دست خود دو آب غوطه میکردن. بله بله، که ما به او فرامینی که شما به ما عنایت بکنید ما پایبند هستیم. درست، و از او طرف گفتیم باز حقوقی هم که زنها در جامعه دارن پیامبر متعهد شدن. یعنی بیعت در پی خودش یک سری حقوقی رو هم با خود می آورده. بله. خب این منطقه مفادی که پیامبر از زنان بیعت گرفتن باز با مفادی که از مردها بود بر اساس جایگاه و موقعیت زنها فرق میکرد. بله، که در قرآن کریم آمده. اما مهم اینه که بیعت گرفتن از اونها، یعنی درست، نقش اجتماعی برای اونها چون این زمینه فعالیت سیاسی رو فراهم کردن. یکی هم در جریان قدیر خم بود. درست، که در 18 ذی‌الحجه که پیامبر از حج برگشتن و آخرین حج پیامبر بود، باز وقتی که امامت وجود مقدس امیرالمومنان را بیان کردند، فرمودند که با حضرت امیر به عنوان امام و به عنوان جانشین بیعت کنید. خب در این بیعت باز زنها نقش فعالی داشتند.
پس بنابراین یکی از حقوق سیاسی زن اینه که در سرنوشت جامعه خود نقش داشته باشه.